عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمودند هرگاه هلال رمضان را دیدید روزه بگیرید و هرگاه هلال شوال را مشاهده کردید افتار کنید و اگر آسمان ابری بود یعنی اگر ماه رؤیت نشد سی روز را کامل کنید بله در این قسمت برنامه جناب مفتی دوست محمد منیب آمر تحلیل و توسعه مجموعه علمی ریاست حج و اوقاف را داخ... با خود داریم و همچنان خطیب مسجد هم هست خوش آمدید جناب مفتی صحب. سلامت باشید بخیر باشید. سلامت باشید و بحث امروزی ما در رابطه با فضیلت روزه است سوال را از اینجا شروع میکنیم اوی که خود رمضان و روزه دومین بنای اسلام است چه فضیلت وجود داره که این ماه را قدر مبارک شمرده شده نخست ارزی ادب و سلام ادب دارم خدمت شما و خدمت بیننده های محترم تلویزیون شما در رابطه با سوال شما که اهمیت ماه مبارک رمضان از آیه متبرکه که در قرآن عظیم شان است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ای ایها الذين آمنوا كتب علیکم السیام. کما كتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ای آیه متبرکه پیامشی است که ای مومنا روزه بر شما فرض شد چنانچه که بر انسانهای پیش از شما امت پیشین هم فرض بود خاطری که در شما تقوا پیدا شود یگانه ایج در این آیه متبرکه اما وسیله تقوا یکی از وسایل تقوا روزه است ای که میار برتری در پیش خداوند متعال هم تقوا است در دیگه جای میربانی میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا یوهنس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم إن الله اتقاكم ميار بارتري در پیش خداوان دري آيه متبركه ميگه كه شما رزيگ زن و حضرت آدم عليه الصلاه والسلام و حضرت رضي الله تعالى عنها و ملتها وقبيلها بشكل و قبيله و پیدا کردیم تا به خاطری که شما به خاطر معرفت و شناسایی که دیگه را بشناسید که فلانی از فلان قوم است مربوط فلان منطقه است به این خاطر و در آخر میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و مکرمترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شما سر اصل موضوع که به خاطر چه خداوند متعال روزه را فرض کرد به خاطر سبب یک سبب مهمی که چون که عالم اسباب است که در انسان تقوا پیدا شود تقوا که امو هدف از عزیز که انسان امو میار می برتری را باید از, از آن خود بکنه که در پیش خداوند در میگه که فرق در بین هیچ کسی بر کسی و هیچ مرد بر مرد دیگری و هیچ زن بر مرد و هیچ مرد بر زنی و هیچ کسی بر کسی نیست بجز از تقوا دفعیم. و هر کس که با تر است او معززتر است مربوط هر قبیله و قومی که باشه عرب است، عجم است ده مربوط ده. هر نژادی که باشه سفید پوست است، سیاب پوست است یا از هر نژادی است ده. لیکن یگانه میار در اینجا میار تقوی است لا لکم تتقون تا که شما با تقوا شوید به این خاطر روزه فرض شد و یک چیز دیگر هم که در روزه است او ایجاد احساس است که امو احساسی که در انسان ضعیف شده یا او را بالاخره تقویه میده تقویه میکنه او احساس همکاری و همدردی است وقتی که انسان روزه میگیره این احساس در او پیدا میشه که انسانایی که گرس نمیشن چه در رنجی را میکشن. به این خاطر امی به خاطر زنده شدن امی احساس یا به خاطر تقویه احساس خداوند متعال چون که زندگی انسان ها زندگی اجتماعی است در اجتماع مردمای های است مردمای مسکین و فقیر است و همچنان امی خداوند متعال در قرآن از ایمشان میه که لیبلو و بعدا کم به بعد تا که شما را برخی را با واسطه برخی برخ دیگه امتحان بکنه اونمو یک امتحان و آزمایش هم است به خاطر ازی که یک احساس اجتماعی که احساسی که در انسان است او احیاشا به خاطر خداوند متعال روزه را فرض کرد بسیار خوب. جناب مولای صاحب میشه بگوین که تحت چه شرایط روزه گرفتن بر یک مسلمان یعنی واجب نمیشه. یعنی نمیشه که روزه بگیره. در قرآن عظیم شان دمو آیه که آمده میربانی میکنه که منکان منکم مریدن او علا سفرن تو من ایام اخر، کسانی که مریض هستند کسی که مریض است توانمندی روزه ندارد دکتر برش توصیه میکنه که روزه نگی اگر روزه میگیرید تکلیف و مریضی زیاد میشه بر از او روزه نیست و کسی که مسافر است و مسافر است طبعا میگه سفر و قطعت من العذاب یک سفر یک قطعی از عذاب است در حالت سفر انسان سعری خیسته نمیتوند و مشکلات برش پیش میشه به این خاطر دین اسلام دین آسانی است دین سختی نیست و برای دیگر کسایی که بالغ نیستند به بلوغ نرسیدن انوز طفل هستند برای از او هم خاطری که روزه از مکلفین است کسایی که در حد تکلیف رسیده حد تکلیف او را میگه که هوشیار باشه عاقل باشد بالغ باشد و با همچنان این شرطی که مقیم باشد مسافر نباشه بر از این مردم روزه فرض است و همچنان برای او خانمایی که در عادت موار یا در بعد از ولادت تا وقتی که از او حالت پاک میشن بر از او هم نیست روزه میتونن که روزه خود در او وقت روزه خود را رو میخورن و بالای مریض مسافر و بالای ای تعداد خانما باز قضاییش است که باید از خود روزایی که در رمضان خوردن در امی آیه متبرکه میگه که باز اما قسم که ادای رمضان فرض است قضای رمضان هم فرض است به تعداد روزای را که انسان خورده با اگر مریض قسمی است که جور میشه میتونه که روزه خود قضایش بیاره بله. اگر باز تکلیف و مرضش این قسم است که دکتر میگه که تو روزه اگر بگیری باز تکلیف زیاد میشه تکلیف میده باز چیزا است بله. باز برازی فدیه است یا بر دیگه برای او کسی که کلانسال سال شده کهن سال شده چه مرد است چه زن است به حد پیری رسیده و او توانمندی گرفتن روزه را نداره بر از اونها هم نیست بسیار خوب مولوی صاحب بعضی از افراد اشخاص ما روزه را که عمدن یا قصدن میخورن بر از او چی گفتنی دارین شما و حکم چی است؟ برای کسایی که روزه قصدن میخورن خوی دست به نافرمانی او ذات میزنن که این همه نیمت ها را برشان داده انسان باید از امی صحت یک نیمت است بینایی یک نیمت است چشم بینا گوش شنوا یک, یک نیمت خداوند است ما در بیشمار نیمت ها غتور هستیم نیمت های خداوند که ما قدر از او را نمیفهمیم الایی که اون نعمت از پیش ما گرفته شود بعد از اینکه نعمت از ما سلب شو، باز میفهمیم که چه نعمت بوده. به خاطر شکری نعمت باید از ما اه اه تعمیل بکنیم او دستورایی را که شریعت بر ما میده. با او باید از ما عمل بکنیم که در اینجا خداوند متعال خطاب میکنه که شما روزه بگیرید و این فرض شده بر شما. یعنی یک نوع نافرمانی در برابر صاحب نعمت است که او را اگر کسی قصدن میخوره و به این باور است که روزه فرض است و یا تحاونا از سستی و کسل میخوره خوره خوب است باید است یک روز اگر کسی میخوره روزه را قصدن بالایش کفاره است و همچنان قضایی هر دویش کفاره که دو ماه روزه پای در پای بگیره یا شست مسکین غذا بده باز در صورت که اقتصاد کف کفخور دادن را نداشته باشه اول اولا خو اما توانمندی روز اگر کسی که توانمندی داشته باشه باید از روزه بگیره باز اگر توانمندی مالی داشت باید از شست مسکینه غذا بده و که اینمی یک کفاره ای که بر روزه تعیین شده که تقریبا یک روز کسی قصدن میخوره یا یک ماه رمضان قصدن میخوره و قضایی یک ماه جمع دو ماه کفاره است باز یک روزم که میخوره یک روز دو ماه کفاره داره و یک روز قضایی یعنی می برای عموم مردم به قسم جبیره میشه جبران میشه بسیار خوب جناب مولای صاحب دلیلی که دختر خانم ها نسبت به پسرا در سن کمتر به فرض و واجب میرسه در چیست؟ خداوند متعال از دیدگاه فیزیولوژیکی یا از دیدگاه ساختار بدن در دو جنس قسمی خداوند به قدرت خود جور کرده که بلوغ دخترها پیشتر از بلوغ بچه ها، پسرها است این خود قدرت خداوند نشان میده و این هم فرق داره در فامیلایی که و سروتمند هستند که دخترها و پسرهای از اونها زودتر رشد میکنه. رشت میکنه و بالغ میشه و همچنان جو یعنی مناطق سردسر و گرمسر مناطقی که سرد است دخترها و پسرها دیرتر جوان میشه به نسبت مناطقی که گرم است و همچنان اما مزاجی که دارن بعض کسا مزاج در خود شاید تو دخترایی باشه که دیرتر به حد بلوغ برسه شاید پسرایی باشه که وقتر در سنای پیشتر به حد بلوغ برسه این تفاوت است این در شریعت ای تو کدام یک میاره که برش تعیین شده همانا بلوغ نشانه های بلوغ است که و او را فقه ها در کتاب های خود ذکر کردن در مردها هم نشانه های بلوغ معین است و در خانه، دختر خانم ها هم نشانه های بلوغ تا وقتی که بالغ نمیشه او مکلف نیست با وجودی که از طرف والدین باید چه دختر است چه پسر است برش دستور داده شوه که روزه بگی نماز بخوان لیکن ثواب روزه و نمازش برای خودش نیست برای والدینش است یک فایده است که اگر پیش از بلوغ می باشه اما بعد از بلوغ و مربوط خودش میشه به خاطری که در مکلفیت میرسه ولی در حد تکلیف است و خودش جواب است از این گپ دقیق و مواردی که باعث باطل شدن روزه میشه اگه بگو این مبلسه. چیزایی که روزه را فاسد میکنه روزه را باطل میکنه خوردن است قصدن و نوشیدن است البته قصدن که ما گفتم با فراموشی اگه کسی میخوره مینوشه روزه از او را نمیشکنه روزه شا باطل نمیکنه به شرطی که یادش که آمد خدا استاد بند کنه خدا نوش خدا من کنه. اگر نیک دوام بده بازو روزش میشکنه با قصد خوردنوش و, و همچنان اشباه غریزه جنسی که البته وی هم ای روزه را نقص میکند باعث شکستن روزه میشه آها آه سپاس شما جناب استاد از که آمدین سلامت باشه شما هم از آن میرم سراغ یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم